بچه ها دیشب همگی او خوابیدی؟ خوابای خوب هم دیدی؟ همه خواباشون یادشون هست؟ حالا هر از هر خوابیدی برای خاله نقاشی کنی که خاله هم بدون شما چه خوابیدی دیدی؟ دست راز موجوده دست راز رو دیدی؟ آره. چی کار میکرد تو خواب؟ اینجوری با تو داشت بازی میکرد؟ من خواب بابا میدیدم. خواب بابایی رو دیدی؟ بابایی تو خواب با تو بازی میکرد؟ تو ند دیدی؟ آره چشمش خیلی بازی چشمش گنده بودم چشم پوشه شبیه ببرنده خواب، این پدیده شگفت‌انگیز، مسئله بزرگی برای ماست. ساعتی عجیب از زندگی، چیزی حدود 8 ساعت در یک شبانه روز. ساعتی که به نظر می رسد، هیچ احاطه‌ای بر آن نداری و در برابرش تسلیم هستی. اما خواب، فقط خواب نیست. چیزهای دیگری هم با آن می آید که خواب را پیچیده تر می کند. بخش مهمی از خواب رؤیاهای آن است. بسیاری از ما به محض اینکه به خواب می رویم تصاویری را می بینیم. برخی از ما در خواب رؤیاهای شیرین می بینیم و برخی با کابوسهای من کلنجار می رویم. ما 1/3 از زندگی من را در خوابیم. خواب ها معنی دارن، خواب ها یک چیزی دارن به ما میگن، بنابراین باید جدیشون بگیریم. این میتونه یه پیغامی به ما بده، این خواب ها، که ببین نگاه کن اینه داستانت. اگر خواب، خود در واقع فیزیولوژی خواب، هیچ تأثیری نداشته باشه در سلامتی ما که داره، حتما ما برای اینکه رویا ببینیم باید میخوابیدیم، چون که رویاها به شدت به ما کمک میکنن. اما جذبه جادوی خواب ما را هر شب با خود میبرد. زمانی که از این دنیا میرویم، سهم بزرگی از زندگیمون را خوابیدیم. حتی بیشتر از همه عشق ورزیدنها، بزرگ کردن فرزندانمان، بازی کردنها، موسیقی گوش دادنها و یا هر فعالیتی که ما برایش ارزش قائلیم. میگویند خواب برادر مرگ است و تفاوت چندانی با مرگ ندارد و تنها تفاوتش در نفس کشیدن است. اما چرا لازم است این همه مدت در بیخبری به سر ببریم؟ آیا خواب بیخبری است؟ در حقیقت اگر شخصی قرار باشه مدام در حال عمل باشه، در حال فعل باشه، بعد از یه مدتی کاملا میشه گفت تخلیه میشه از بابت انرژی، نیاز به بازسازی داره. در زمانی که میخوابیم بدن فرصت بازسازی پیدا میکنه، عضلات ترمیم میشن، مواد زائد بدن خارج میشه، مثل دقیقاً یک جبهه میمونه. توی یک جبهه نیروهایی هستن که در خط مقدم در حال جنگ هستن، اما همواره پشت جبهه‌ای وجود داره که اون جبهه‌ها رو در حقیقت تغذیه میکنه. اون مقوله پشت جبهه بسیار بزرگتر هست از مقوله خود اون جبهه و اون نبردی که داره رخ میده. یعنی ترمیم، یعنی اقدامی برای ترمیم. حالت شما رو انگار که به حالت متعادل یا به قولی استیبل خودتون برمیگردونه. یعنی شما یه فعالیتی میکنید، از اون حالت تعادل بین نیروها خارج میشید. خواب قابلیت برگردوندن شما رو به اون حالت داره. همه موجودات زنده برای بقای خود به خواب نیاز دارند.
خواب همچون آب و غذا برایشان حیاتی است. خواب فعالیتی نیست که به انتخاب و سلیقه ما باشد، چرا که طبیعت آن را بر ما تحمیل می کند. بخوایم تعریفی از خواب ارائه بدیم، باید اول بتونیم تعریفی از بیداری ارائه بدیم. یعنی شاید در مقابل این سوال مطرح بشه که خب بیداری چیه؟ یعنی حتی وقتی بخوایم بیداری رو هم راجع بهش صحبت بکنیم باز هم ناتوانیم. جالب اینجاست که اینها هر دو با همدیگه پارادوکس هایی هستن به نوعی، یا تکه هایی از یک پازل بزرگتری هستن که بودش اونها با همدیگه معنی داره. یعنی بدون یکی دیگری معنایی نداره. شما زمانی میتونید راجع به خواب صحبت کنید که چیزی به نام بیداری وجود داره. اما بدون خواب خلق ما تنگ و افسرده میشود. روابط اجتماعی من آسیب میبیند. سلامتی من دچار اختلال میشود. و خلاصه انجام هر عملی با دشواری همراه خواهد بود. آیا انسان میتواند مدت طولانی بدون خواب زندگی کند؟ فرد وقتی که از یک تایمی میگذره و محرومیت از خواب داره، علائم عصبی از خودش نشون میده. یعنی به مرور شما متوجه میشید که کنش‌های فکریش داره تحت تأثیر قرار میگیره، حافظش مختل میشه، ممکنه که تصاویر یا صداهایی رو بشنوه که حالا ما به عنوان دلوژن یا به عنوان توهم یا حتی هذیان ازش ممکنه شاهد باشیم، جوری که حتی ممکنه بیخوابی منجر بشه به مرگ. حالا این آزمایش رو توی انسان‌ها انجام ندادن به خاطر غیر اخلاقی بودنش، ولی توی پستاندارانی که مغزشون به ما شبیهه، بیخواب نگه داشتن اونا باعث مرگشون شده. تا امروز بیشترین رکورد نخوابیدن متعلق به فردی به نام رندی گاردنر است که در 17 سالگی توانست 264 ساعت، یعنی 11 شبانه روز کامل را بدون خواب سپری کند. البته خلقیات او در این مدت دچار نوسان شد. از حافظه و توجهش کاسته شد. عملکردش ناهماهنگ شد. خطای گفتاری پیدا کرد و حتی دچار توهم شد. در حکمت شرق این مقوله زندگی، فرایند زندگی رو تحت یک چرخه ها یا گردونه های خاصی مطرح میکنن. گردونه ای که از بیداری شروع میشه، یا شاید بهتر بگیم به بیداری ختم میشه، به عالم رویا وصل میشه و از عالم رویا به خواب عمیق، یا بالعکس از خواب عمیق به عالم رویا و از عالم رویا به بیداری. فعالیت‌های جسمی و ذهنی ما در طول روز و درگیری ما با مسائل مختلف زندگی به تدریج باعث از دست دادن انرژی من می شود. ذهن و جسم من خسته می شود. برای کسب انرژی حیاتی به سوی خواب می رویم. ما اونچنان اهمیتی به مقوله خواب نمیدیم، به خاطر اینکه در عالم بیداری همه چیز رو جستجو میکنیم و فکر میکنیم فقط زندگی در عالم بیداری. اون چیزی که مهم اینه که هم عالم بیداری هم عالم خواب دو حیطه‌ای هستن که در یک فرآیند زندگی به همدیگه دارن تبدیل میشن. ما وقتی به خواب میریم، بسته به اینکه چقدر ظرفمون خالی شده باشه، چقدر در پایان روز که میخوایم بریم بخوابیم واقعا سیستممون رو شات داون کرده باشیم، نه اینکه روی استند بای مود گذاشته باشیم بریم تو خواب، مثل کامپیوتر میمونه. خواب یه خاصیت خیلی مهمش اینه که خطوراتو برای لحظاتی آف میکنه، خاموش میکنه، و این قدرت تسلط به خطورات رو به آدم میده. این یه پله بالاتر ماجرای خوابه. این پله بالاتر آداب خاص‌تر مخصوص به خودش رو داره. متاسفانه در زندگی روزمره ما این آداب رو نداریم. به فرض اگر میخوایم به خواب بریم، آداب به خواب رفتن رو نمیدونیم. اگر میخوایم بیدار بشیم، حتی آداب بیدار شدن رو هم نداریم. با یک حالتی از در حقیقت زندگی روزمره و از عالم بیداری به خواب میریم، انگار که به فرض با لباس میخوایم بریم دوش بگیریم یا حمام بگیریم.
و به همین ترتیب موقعی از خواب بیدار میشیم، میخوایم با عالم بیداری وارد بشیم، حالتی هستش که کاملا خواب آلود وارد میشیم. وقتی شما یوگا میکنی، مدیتیشن میکنی، مراقبه میکنی، در اصل ذهنت رو داری خالی میکنی، آروم آروم میشوری، تمیز میکنی این ظرف رو، این حوض رو، این حوضچه رو، این آبگیر رو، میگذاری که آب زلال واردش بشه. شخص میخواد وارد عالم خواب بشه، نیازمند این هستش که از عالم بیداری روزمره‌ای که گذرونده خودش رو کمی آزاد بکنه. تمام استرس ها و تنش هایی که در طول روز باهاش سر و کار داشته، اینها رو یه مقدار در درون خودش آزاد کنه و بعد وارد خواب عمیق بشه. با دغدغه خوابیدن، آشفته خوابیدن مخل اینجور خوابه. برای همین شما یه سری اذکار پیدا میکنید، به طور مشخصش آیات انتهایی سوره حشر، آیاتی که کلن معرفی اسماء و صفات الهی است. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس. و کنتر و کنتر میشن تا جایی که ما به خواب عمیق میریم. ولی ناگهانی اتفاقی میفته و اون اتفاق اینه که این امواج مغزی میشن شبیه حالت بیداریمون. در گذشته فکر میکردن که انسان وقتی میخوابه هوشیاریشو از دست میده، یعنی مثلا ذهن انسان هم مثل جسمش در حال استراحته، اما الان متوجه شدن که ذهن در حالت رویا بسیار فعالتره. دیدن زمانی از خواب رو در مراحلی از خواب، کره چشم یک حرکات بسیار ریزی رو انجام میده و در زمانی از خواب نه. بنابراین این دو قسمت رو برای طبقه بندی کردن و تفکیک این دو تا موضوعیت خواب در نظر گرفتن. اما 65 سال پیش کشف خارق العاده ای صورت گرفت. ناتانائیل کلایتمن، یکی از پیشگامان پژوهش در خواب، تصمیم به ثبت حرکات چشم در طول خواب گرفت. او متوجه این نکته شد که خواب دارای دوره‌های با حرکت سریع چشم ما، اصطلاحاً خواب رم است که با فعالیتی دیوانوار در مغز درست مانند بیداری همراه است. کلایتمن متوجه شد این حرکات چشم همزمان با رؤیا دیدن اتفاق می‌افتد. شبیه یک حالت بیداری هست خواب رم، علی‌رغم اینکه خواب عمیقی هست و کیفیت خواب رو تضمین میکنه، اما یک خوابی هستش که در اون وقتی که بررسی های فیزیولوژیک میکنیم در اون شرایط خواب رم، ما در حقیقت افزایش فعالیت های فیزیولوژیک رو داریم، مثل تعداد نبض، تعداد در واقع تنفس. حتی ما بررسی های مغزی که میکنیم میبینیم فعالیت مغزی در خواب رم یا خواب حرکات سریع چشم بیشتر هست. دانشمندان اعتقاد دارن که حدود 80% خواب ما تو خواب رویایی که میبینیم تو خواب رم اتفاق میفته. منتها معمولاً چون از یک دوره خواب رم بیدار میشیم، یعنی صبح وقتی بیدار میشیم آخرین دوره خوابی که در واقع طی کردیم یک خواب رمه، معمولاً رویاهایی که در حالت رم دیدیم رو به خاطر داریم. در اولین مرحله از خواب عضلاتمان شل می شود. در مرحله دوم به خواب می رویم و امواج مغزی با ورود به مرحله سوم کندتر می شود. مرحله چهارم خواب عمیق‌ترین بخش خواب است. این چهار مرحله خواب غیر رم یا بدون حرکات سریع چشم هستند. بعد از حدود 80 دقیقه اولین خواب رم رخ می دهد و مغز در طول این خواب که 10 دقیقه طول می کشد بسیار فعال است. خواب رم بعدی که طولانی تر است و 20 دقیقه طول می کشد 90 دقیقه بعد رخ می دهد. بنابراین در هر 90 دقیقه یک خواب رم رخ می دهد و هر بار مدت زمان آن طولانی تر می شود تا هنگامی که از خواب بیدار شد. تو خواب عمیق وقتی ما رویا می بینیم چشم حرکت نمی کنه، عضلات به شلی عضلات موقعی که تو خواب رویا هستیم نیستش، یه خورده تون عضلات بیشتر هستش. ضربان قلب ما و ضربان و نحوه تنفس ما
نظم خودش رو داره، ولی تو خواب رویا اینا یه مداری بی نظم میشن. در خواب نانرب ما یک حالتی رو تجربه میکنیم که اون حالت بیشتر حالت ریلکسیشن یا راحت بودن، یک حالت تمدد. فعالیت‌های فیزیولوژیک بدن شروع می‌کنه به افت کردن، یعنی مثلا تعداد تنفس، تعداد نبض، بدن یک آرامشی رو به خودش می‌گیره. در خواب نانرم معمولاً اگر که رویایی دیده بشه، اون رویا صریح و هدفمند و واضح هست. اما خواب عمیق می‌تواند نقش مهمی در آینده زندگی ما بازی کند و تمام زندگی ما را تحت تأثیر قرار دهد. خواب قسمتی از این گردونه یا این چرخه زندگی هستش، به نوعی که گفته میشه که توی خواب عمیق در حقیقت ما بذر درخت زندگی رو داریم. یعنی خواب عمیق مثل خاکی میمونه که بذر زندگی در او گذاشته میشه و این بذر شروع میکنه به جوانه زدن، به طوری که جوانه و اون تنهی که اگر اون گیاه بخواد شکل بگیره میشه دامنه در حقیقت یا حیطه عالم رویا یا نیمه خودآگاه و در نهایت در عالم بیداری به شکل شاخ و برگ دیده میشه. یعنی اگر بخوایم زندگی رو به یک درخت تشبیه کنیم که همیشه ما وقتی ازش صحبت میکنیم از یک درخت، به راحتی میایم سه قسمتش میکنیم، میگیم شاخ و برگ ها یا گل و میوه تو یه دسته، تنه تو یه دسته و ریشه در یک دسته. به همون ترتیب این سه حیطه در حیطه زندگی و روان بشری وجود داره، حیطه ریشه بشری در ناخودآگاه یا در حقیقت خواب عمیق، تنه این درخت زندگی در رویا و شاخ و برگ و گل و میوه در قسمت بیداری. عرفا زندگی را به درخت تشبیه کردند و این درخت را واژگون تعبیر کردند، به شکلی که ریشه آن در عمق ذهن ما قرار دارد و شاخ و برگ آن در عالم بیداری، و ما نمی توانیم شاخ و برگ درخت را بدون در نظر گرفتن ریشه تعریف کنید، چون آنها به هم متصلند و در گردونه زندگی این سه پشت سر هم در حال حرکت هستند و از یک حالت به حالت دیگر استحاله پیدا می کنند. توجه به موضوعیت خواب همیشه در طول زندگی تاریخی انسان ها وجود داشته. مثلا در افسانه های یونانی هست که خواب رو به خدای هیپنوز یا خدای خواب ربط میدن، یا اینکه رویاها رو به مورفئوس ربط میدن که اون رو پسر هیپنوز میدونن که رویاها رو به شکل انسانی تعبیر میکنه و به ذهن انسانها منتقل میکنه. افسانه های متعدد در این مورد وجود داره و انسانها همیشه در صدد این بودن که بدونن خواب برای چی اتفاق میفته، اصلا چه لزومی داره. تاریخ پر است از خوابها و رویاهای آدمیان. گاه شاهان و فرمان روایان خوابهایی می دیدند و گاه مخترعان و مکتشفان. گاه رویاها راه نمای مردم عامی شده و گاه راهی نو برای دانشمندان گشوده است. دیمیتری مندلیوف، شیمیدان معروف روس، پس از آنکه مدت زیادی را برای طبقه بندی عناصر طبیعت صرف کرده بود، شبی در سال 1869 میزی را در خواب دید که تمامی عناصر با نظم و ترتیب خاصی روی آن قرار گرفته بودند. این رؤیا نخستین جدول تناوبی عناصر بود. بعدها مندلیوف گفت برای تکمیل جدول خود تنها یک اصلاح کوچک روی جدولی که در خواب دیده بود صورت داده است. خواب میتونه یک مسئله هایی که ما مثلا در روز بعد یا به طور کلی در زندگیمون داریم یک حل مسئله هایی بهمون بده توش، چون که دغدغمونه، به این دغدغمون به طور ناخودآگاه فکر میکنیم و این ناخودآگاه یه راه حلایی بهمون میده. جالبه که بیشتر دانشمندای بزرگ دنیا که خیلی هم تاثیرگذار بودن، کشف‌های مهمی که انجام دادن به نوعی الهام گرفته از همین واقعیت ذهنی است. یعنی ممکنه که در رؤیا مثلا یک فرمول شیمیایی رو دیده باشن یا یک قانون رو در عالم خیال باهاش مواجه شده باشن و در فانتزی خودشون باهاش مواجه شده بودن. میدونیم که حتی انیشتن که تاثیرگذارترین دانشمند در واقع قرن حاضره، خودش عملا اشاره میکنه به اینکه ایمیجینیشن یا خیال یا تجسم بسیار مهمتر از دانشه. یه شخصی مثل نیوتن وقتی میشینه زیر درخت، حالا اون میتونه یه تمثیل باشه ولی صحبت از یک تمرکز کامله،
که این شخص میشینه زیر یک درخت، حالا یه هر جای دیگه ای، و روی موضوع خاصی تمرکز میکنه و اونقدر تمرکز میکنه که راجب اون موضوع رویا میبینه. ادیسون نیز زمان استراحت روی صندلی خود مینشست و سنگی را در دست میگرفت تا به خواب برود. او به مسئله‌ای که ذهنش را مشغول کرده بود فکر میکرد. وقتی به خواب میرفت، سنگ از دستش رها شده و بیدار میشد. چون از حالت نیمه خودآگاه بیدار میشد، به جواب مسئله دست پیدا میکرد. الیاس ها که مخترع سوزن چرخ‌خیاطی بود، مونده بود که چجوری از سوزن استفاده بکنیم جوری که چرخ‌خیاطی چرخش کامل بشه. اون خواب دید که یک سری نیزه‌دار بهش حمله میکنن. این نیزه ها به جای این که تهش سوراخ باشه، سر نیزه یه سوراخ وجود داشت و بیدار شد و همین رو تبدیل کرد به یه محصول صنعتی که حالا بعد از سالها همه ما داریم ازش استفاده میکنیم. عالم رویا حالتی هستش که بین خواب عمیق و بیداریه، جایی که شخص از ناخودی به خودی منجر میشه، در واقع تنه یک درخت است و بسیار اهمیت داره، به خاطر اینکه هم کاری که میکنه این هستش که اون اتفاقی که به شکل نهفته و بالقوه هست، قرار هست به یک واقعیت بالفعل تبدیل بشه. فرایند تبدیل این دوتا به هم دیگه بایستی با یک خیال پردازی رخ بده. یعنی اول زمانی که حتی شخصی میخواد خلقی رو در عالم بیرون انجام بده، ابتدا در عالم فکرش اون رو تجسم میکنه، به تصویر در میاره. کما که افرادی مثل ژول ورن و اینها قبل از اینکه حتی داستانهایی راجع به این مفاهیمی که مطرح میکردن، مثل به فرض زیر دریایی، اینا رو همه رو در تخیل خودشون گنجونده بودن. اما یکی از هیجان انگیزترین موضوعات درباره خواب، بحث تفسیر و تعبیر خوابهایی است که میبینیم. به راستی خوابهای ما چه تعبیری دارند؟ کدامشان به واقعیت تبدیل میشوند؟ با دیدن چه خوابی باید به فکر فرو برویم؟ جواب همه این سوالات را در قسمت بعد خواهیم دید.